چه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توزیق مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم هنج و روز و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر دوستان عزیز و بیننده برنامه توضیح المسائل. خوشحالم از این که امروز هم در خدمت شما هستم و همچنین در خدمت جناب استاد رفعتی عزیز. سلام دارم خدمتون و خوش آمد میگم. سلامت باشید، زنده باشید. سلام علیکم، در خدمت شما عزیزان هستم. انشاءالله سلامت و سربلند باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. امام صادق عليه السلام میفرمایند هیچگاه مؤمن توحیدستی را حقیر نشمارید، زیرا هر کس مؤمنی را برای توحیدستیش تأخیر بنماید و کوچک بشمارد، پروردگار متعال او را کوچک و ناچیز گرداند و پیوسته بر او خشمگین باشد تا از تحقیری که کرده بازگردد و به آن شخص احترام کند. ثواب الاعمال صفحه 569. و اما درس امروزمون رو فیض میبریم از جناب استاد رفعتی عزیز، در خدمتتون هستیم. بزرگوارید، خواهش میکنم. قبل از شروع برنامه با آقای غفوری صحبت بود راجع به برنامه و من درخواست کردم و از شما عزیزانم همینطور که انشالله حتما این مباحث به صورت خلاصه نوشته بشه. اگر خدا توفیق داد و به دل ما افتاد که احساس کردیم عزیزان وقت میگذارن، زحمت میکشن و مینویسن، انشالله سعی میکنیم که کم کم یه مقدار بیشتر تخصصیش بکنیم به این جهت که بعضی از روایات رو هم بیاریم در محضر خودتون عزیزان تقدیم بکنیم تا بیشتر با بعضی از این ادله هم آشنا بشیم. مثلا همی که ما عرض کردیم برای به دست آوردن احکام سراح هست، عمده مسائل اول عروه و بحث اجتهاد و تقلید همینه. یا باید اجتهاد کنه، خودش زحمت بکشه، حجت رو به دست بیاره، یا اینکه حجت رو از دیگری که او اعلم هست، مجتهد اعلم، با شرایطی که گفته شده و خواهد اومد حکم رو به دست بیاره، و یا اینکه احتیاط در مسئله رو بدونه و احتیاط کنه. مرحوم صاحب عروه مقدار احتیاط رو بیشتر توضیح میده. احتیاط اینه اگر یک عملی هست، این عمل یا واجبه یا مستحب. حالا از کجا میدونم یا واجبه یا مستحب؟ اجتهاد نکردم، اما به رساله ها که مراجعه کردم، نظرات علما رو که دیدم، به وسائل و شیعه که مثلا مراجعه کردم، دیدم روایاتش همه امر کرده، دستور داده. امر یا دلالت بر وجوب میکنه یا لااقل دلالت بر استحباب میکنه. مثلا نماز شب یا واجبه یا مستحب، غسل روز جمعه یا واجبه یا مستحب، رؤیت هلال ماه رمضان و ماه شوال یا واجبه یا مستحب. احتمال حرمت داده نمیشه. اطاعت پدر و مادر در مباحات، در مستحبات یا مستحبه یا واجبه، حرام نمیشه. خب احتیاطش به چیه؟ احتیاطش به اینی که بر خودم واجب کنم، انجامش بدم. و اگر عملی هست، اون عمل یا مباح یا حرامه.
یا مکروه یا حرامه، احتمال وجوبش رو نمیدم. مثلا یه مایعی هست تو بازار میفروشن، این یا آب جوبه و حرامه، یا اینکه نه ماده طبیعیه و هیچ ماده الکلی نداره و حلاله. احتمال وجوب که درش نیست، خوردن این که واجب نیست، یا مکروه یا مباه یا حرامه، احتیاط میگه ترکش کن نمیخورم. یه صداییه، یا این صدا شنیدنش حرامه یا مکروه یا نهایتش مباحه. شنیدن این صدا که واجب که نیست، احتیاط به اینه که ترکش کنم. یه تکالیفی هم هست، نمیدونم واجبه یا حرامه، یا واجبه یا حرام، در اون تکالیف مخیر هستم. حالا از کجا بدونم واجبه یا حرامه؟ اون هم مثل اونهای دیگه، من مراجعه به ادله کردم، مراجعه به فتاوای علما کردم، عده‌ای فتوایی به وجوب دادن، عده‌ای فتوایی به حرمت دادن. لذا میگیم احتیاط کار سختیه. چرا؟ چون تو این مسئله اگر شما مقلد باشید، بالاخره اون آقا به عهده گرفته وجوبش را، اون آقا به عهده گرفته حرمتش رو، شما عذر دارید، عقلا شما رو معذور میدونن اگر شما به نظر او عمل کردید. و کسی هم که بالاخره میخواد جمع بکنه، چون دیگه جای احتیاط نیست، احتیاط امکان نداره، من چطور بین وجوب و حرمت احتیاط کنم؟ انجام بدم با حرمت مخالفت شده، ترک بکنم با وجوب مخالفت شده، اینجا دیگه جای احتیاط نیست، اینجا جای تخییره. تخییر مال این کسی است که بین این دو تا راه قرار گرفته. ولی اگر نه، میخواد تقلید بکنه، مرجع تقلیدش ممکنه فتوایی به وجوب بده یا فتوایی به حرمت بده. خب یکی از اون دو تا رو طبق نظر مرجع اختیار میکنه دیگه، نسبت به دیگریش اختیار نداره. عذرش تو اینجور مسائل معذورتره، یعنی راه اجتهاد و راه تقلید مسونتره. ممکنه کسی بگه آدمی که احتیاط میکنه دیگه عرض شود که دو پیمونه است، خیلی محکمه دیگه، حتما لادرزش نمیره، حتمیه حتمیه. عرض کردیم نه، خود احتیاط هم خالی از اشکالاتی نیست. بنابراین اصل احتیاط محل بحث بین علما که جایزه یا جایز نیست، اما اصل اجتهاد و تقلید جای بحث نیست. و زمان شیخ مفید تا حالا همه تقلید رو مجزی دونستن و همه اجتهاد رو بهترین طریقه به دست آوردن تکالیف دونستن. بله، برای کسی که تواناییشو داره و میتونه، و برای عده‌ای که حتما واجب هست که مسیر اجتهاد رو طی بکنن، خودشون برن ادله رو ببینن و احکام رو استخراج کنن. باز هم در مورد احتیاط صحبت هست. مثلا ما دو جور احتیاط داریم، یک احتیاطی که به اصطلاح علمی عدل اجتهاد و تقلیده، عدل یعنی به قول منطقی ها قسیم اونهاست، به دست آوردن وظیفه سه تا راه پیدا کرد، اجتهاد، تقلید، احتیاط. پس احتیاط عدل، احتیاط قسیم اجتهاد و تقلیده، یعنی سه قسم شد، این یک قسم شد، یعنی احتیاط مقابل اجتهاد و تقلید قرار گرفت. این احتیاط دیگه هم داریم، احتیاط به اون وسیعی نیست، احتیاط تو وادی کوچکتریه. مثلا مرجع تقلیدی، مجتهدی که اجتهاد میکنه، ادله رو بررسی میکنه، گاهی اوقات در بعضی از مسائل از نظر دلیل قانع نمیشه، یعنی دلیل به اندازه ظاهر و روشن براش نیست. یا دلیل براش ظاهر و روشنه، بزرگانی از علما با این دلیل مخالفت کردن، متزلزل میشه، فتوا دادن واجب نیست، در مسئله توقف میکنه، فتوا نمیده، نمیگه واجب، نمیگه حرام، بلکه می‌نویسه احتیاطاً این کار انجام بشه یا احتیاطاً این کار ترک شود. وقتی میگه احتیاطاً، وقتی میگه احوط، این احتیاط در اجتهاده، احتیاطی نیست که مقابل اجتهاد و تقلید بود، احتیاطی که داخل در اجتهاده. مقلد هم همینطور، مقلدی که از مرجع تقلیدی تقلید میکنه، فرض بکنید مرجع تقلیدش گفت این نوع مایع خوردنش اشکالی نداره، این نوع بازی قمار نیست و اشکالی نداره، این صدا جز صداهای حرام نیست، ولی خب دید بعضی از مراجع حرامش کردن، بنابراین احتمال حرمتش میره. اگه بخواد احتیاط کنه اشکالی داره؟ نه. این احتیاط در تقلیده،
احتیاطی داخل در تقلید شده، نه احتیاطی که مقابل اجتهاد و تقلید بود. پس تقسیم اول که کردیم، کسی است مجتهد است، کسی است مقلد است، کسی است محتاط. این محتاط نه مجتهد نه مقلده. بله، از اجتهاد استفاده میکنه، از تقلید هم استفاده میکنه، فقط برای رسیدن به احتیاط تا موضوع عملش رو پیدا کنه. اما این احتیاطی که الان گفتیم، نه مجتهد در مسیر اجتهاد تو یکی دو تا سه تا مسئله، تو 10 تا مسئله، از 1000 تا مسئله، تو 50 تا مسئله متوقف میشه، به دلیل نمیرسه، چیکار میکنه؟ احتیاط میکنه. مقلد مرجعش فتوایی داده، فتوا هم داده، احتیاط نکرده، ولی خودش میخواد احتیاط کنه در این مسئله، هیچ ضرری هم نمیزنه، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ اشکال داره انسان احتیاط رو انجام بده. مثلا مرجع تقلیدش بهش گفته تو مستطیع حج نیستی، اما میخواد حج بره، اشکالی نداره حج بره. البته به نظر مرجع تقلیدش این حج واجبش، حجۃ الاسلامش حساب نمیشه، این محافظ ذمه احتیاطاً حج میکنه. اگر بعدها مستطیع شد، شرایط رو به دست آورد، دوباره هم حج رو انجام میده. یعنی اگر رد کنه حرف مرجع رو یا اون فتوای مرجع رو، این رد کردن اسمش نیست، همون رد کردن اسمش نیست. بله بله، ببین مرجع گفته این کار حرام نیست، اینم نمیگه حرامه، احتیاط میکنه، ترکش میکنه. مرجعش گفته این کار واجب نیست، احتیاط میکنه، این کار رو انجام میده. بله، این نوع احتیاط هم در اجتهاد و تقلید هست و کار بجا و پسندیده ایه که اگه انسان اینو در کنار اجتهاد و تقلید داشته باشه. حتی بزرگانی در مسیر اجتهاد مثل شیخ انصاری، معروف درش و در اسلوبش در کتابهای علمیش که خیلی احتیاط میکرده، و این میگن احتیاط زیاد علامت فهم زیاده. نمیخوایم بگیم اونی که خیلی احتیاط نمیکنه فهمش پایین تره، نه، او یه علتهای دیگه ای داره، نمیخواد مردم به زندگی سختی دچار بشن. اما مثلا شیخ انصاری چون دقت بسیار زیادی داشته، وسعت علمش بالا بوده، درجه ورعش بالا بوده، میدیده که این مسئله رو از نظر علمی نمیتونه به عهده بگیره که فتوا بده. گاهی اوقات در بعضی از مسائل علمی جناب شیخ انصاری اونقدر ریز میشد که به اصطلاح علمی از اتم و از نوترون و پروتون و از نمیدونم اون ریز ترین قطعات سلول هم جراحی بیشتر میکرد و عمیق‌تر میرفت در مسئله علمی. ولی آخرالامر وقتی بررسی میکنید میگه مسئله محل اشکاله و فتوا نمیده. در کتابای فتواییش هم در مسئله احتیاط میکنه. بنابراین احتیاط، همون که آقای غفوری هم دیروز فرمودن، شرط عقله. احتیاط راه نجاته، اینجور جاها راه نجاته. بله، ما به مردم میگیم احتیاط، مرجع تقلید میگه احتیاط، اما برای مردم راه بازه. یعنی مقلدین، مقلد وقتی دید این نکته بعد، اینم زیاد شنیدید و بسیار مهمه، اگر مرجع تقلیدی در مسئله فتوا نداد، احتیاط کرد، شما وقتی رساله رو باز کردید دیدید مرجع شما نوشته احوت این چنین است، خب آیا باید در اون مسئله احتیاط کنید؟ میفرمایند دو تا راه جلوی شما هست. راه اول اینکه احتیاط کنید، راه دومی که در اون مسئله مراجعه بکنید به مرجعی که در اون مسئله فتوا داده. من نمونه هایی که خیلی محل ابتلا هست بعضیش رو عرض بکنم خدمتون. مثلا آیا دختر باکره در ازدواج اذن پدر میخواد یا نمیخواد؟ دختری است به سن رشد رسیده، خیر و صلاح خودش رو میفهمه، بچه نیست، فرض بکنید 23-24 سالشه. تو عرف امروز دختر 24 ساله 25 ساله دیگه معمولا خیر و صلاح خودش رو میفهمه، خصوصا اونی که توی محیط بالاخره با فرهنگی بزرگ شده. خب پدرش مخالفت نمیکنه، ولی توی این مسئله نظری نداده. آیا شرطی که پدر بگه من راضیم تا عقد رو اجرا بکنیم؟ مخالفت نکرده، سکوت کرده. مراجع میفرمان احتیاطاً بله، مگر دختر در عسر و حرج قرار بگیره، مشکل دیگه ای باشه. اما اگر نه، هیچ مشکلی نیست، میشه تأخیر انداخت، مورد دیگه ای ممکنه پیدا بشه، چه بسا از اینم بهتر. مثلا خلاصه الان این مورد پیش اومده، دختر داره از شرع سوال میکنه اجازه هست من بدون اجازه پدرم عقد کنم؟ شرع میگه احتیاطاً نه. خب این دختر میبینه که خلاصه میخواد این عقد صورت بگیره،
از اون طرف هم نمیخواد خلاف شرع انجام بده. چیکار میکنه؟ میپرسه که آیا مرجعی هست که اجازه داده باشه؟ میگن بله فلان مرجعی که زنده هم هست. چون مراجعی که فوت شده انشاءالله در بحث تقلید میت خواهد اومد که تقلید میت ابتداعا جایز نیست. مرجع هم زنده هست که از مراجع احیا اجازه میده. دختری که به سن رشد رسیده اجازه پدر شرط نیست. تو این مسئله به او رجوع میکنه و بر اساس فتوای او انجام وظیفه عقد رو اجرا میکنه و مشکل حل میشه. حالا سوال دارم، خیلی معذرت میخوام، فقط در مسائلی که احتیاط هست میتونه روی مرجع دیگه حساب کنه؟ بله فقط اگه مرجع فتوا داده باشه، اینم مهمه. یعنی شما مراجعه کردید به رساله مرجعتون، دیدید مرجع نوشته اذن پدر شرط است، واجب است دختر باکره از پدر اذن داشته باشد، اینجا نمیتونید مراجعه بکنید. اما اگه نوشته احتیاط وجوبی است یا نوشته احتیاط خالی، فتوا نداده، حالا یواشواش بازم ان شاء الله اینا رو یاد میگیریم که از کجا بفهمیم احتیاط وجوبیه یا احتیاط استحبابیه. در کتابای علمی یه مقدار دقت میخواد تشخیص این، گاهی تو رساله ها هم خیلی مشخص نیست که این احتیاط وجوبیه یا احتیاط مستحبه. خلاصه دیدیم فتوایی توی مسئله نداده، فقط فرموده احتیاط یا احوت این است که اذن پدر را داشته باشه، یعنی سر دو راهی مونده باشه. اینجاست که ما میتونیم میگیم به جای به شخص دیگه میتونه مراجعه بکنه. یا مثلا مورد دیگه که خیلی پیش میاد و پیچیده هم هست اینه که اگر در زمان عده، زنی در زمان عده با مرد دیگه عقد کرده باشه، در عده مرد اوله یعنی طلاق گرفته یا عقد موقت بوده زمان تمام شده در عده بوده، در عده او با مرد دیگه عقد کنه، خب حالا نسبت به مرد اول دخول صورت گرفته باشه یا نگرفته باشه، اگر با مرد دیگری ازدواج کنه فرمودن احتیاط وجوبی است که بر هم حرام ابدی میشن. یعنی احکام حرمت ابدی رو بر شوهر دوم بار کنه، یعنی یک لحظه هم دیگه با هم نمیتونن، هیچ راهی هم برای اینکه با هم زن و شوهر بشن نداره. خب میگردیم میبینیم در بین مراجع یک کسی هست که نسبت به شخصی که جاهل به مسئله شرعی بوده یا نسبت به جایی که دخولی صورت نگرفته مجرد عقد بوده یا بعضی جزئیات دیگه فتوا داده که اشکالی نداره، که البته مسئله دخول شرطه چون حتما باید در زمان عده بوده باشه، اگه دخول نباشه اصلا عده ای نیاز نیست. از اون مسائل بسیار مشکله، گاهی اوقات پیدا میشه سالیان سال زندگی کردن حتی بچه دارن، یا در مسئله خوردن شیر که متوجه بشه که اینها بالاخره به خاطر شیری که مادر داده به بچه و اینها زن و شوهر با هم حرمت ابدی پیدا کردن. حالا اینم یک نکته ای هست که اگر شما در مسئله برخورد کردید در مسیر اجتهاد و در مسیر تقلید، دیدید که مرجع شما در مسیر اجتهاد احتیاط کرده، شما در مسیر تقلید میتونید به یک مجتهد دیگری مراجعه بکنید. این اجمالی از بازم بحث اجتهاد و تقلید. انشاءالله روشن شد این مباحث، بعضی از ادله و روایتش هم انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنم. خیلی متشکرم، ممنونم. یک روایت زیبا با هم بشنویم و در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر عزیزان بیننده و دوستانی که همیشه منتظر این وقت برنامه میشینن. 2096471 7793 شماره ارتباط شما عزیزان از طریق واتساپ و تلگرام هست که دوستان اتاق فرمان برنامه توضیح المسائل از ابتدای برنامه سعی میکنن برای شما عزیزان زیرنویس کنن. با اجازهتون ما سریع بپرزیم به سوالات امروز، ولیکن یه سوالی از دیروز جناب استاد فرمودن که فردا هم اجازه بدید در موردش صحبت کنیم، بنده بپرسم و در خدمتون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
سوال در این مورد بود. الان من برگشتم جا. آها، منظور از آتش جهنم واقعا همون آتیشه یا نه؟ این اعمال انسانه که از درون آدم رو می‌سوزونه و تشبیهش کردن به آتش. عرض کردیم تغییر دادن اون چه که ظاهر آیات و روایات بدون دلیل درست نیست. ظاهر آیات و روایات این هست که بهشت دارای نعمت‌هایی هست که گفته شده، مثل حور، مثل درخت، مثل رودخانه. این همین معانی ظاهریشه. البته کیفیتش رو نمیتونیم تصور کنیم، نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه بر فکر بشری میتونه خطور بکنه، ولی ظاهر روایات و آیات اینه که این چنین هست، چنین نعمتهایی هست. بله، بالاترین از این نعمتها نعمت رضایت خداست، رضوان من الله اکبر. حالا ما بیایم یه جور دیگه تفسیر بکنیم. در طول تاریخ، حتی در ادیان قبل از اسلام هم بوده اینجور برداشتهایی از قصه بهشت و جهنم، که بهشت و جهنم اینی که شما خیال میکنید پرتقال و سیب و موز و اینا نیست، رودخونه و شیرجه بزن و ساعت ها مثلا با هورول این گشتن و اینها نیست. در نسبت به جهنم هم همینطور، آدمی که بدی میکنه تو دنیا بدی میبینه، آدمی که خوبی میکنه تو دنیا خوبی میبینه. همین عالم، شما وقتی از دنیا رفتی، اونا میگن ها، میگن بعضیاشون، میگن شما که از دنیا رفتی اگه آدم خوبی بودی دوباره برانگیخته میشی تو همین دنیا، شما در قالب دیگری یک انسان دیگری میای، این بار دیگه سختی نمیبینی، این بار فقط عزت و آقایی و راحتی میبینی. اگر خدای نکرده آدم بدی بوده و اذیت کرده و ظلم کرده، خیال میکنه تمام شد، وقتی مرد در قالب انسان بیچاره بدبخت فلک زده ای دوباره به دنیا بر میگرده و عذاب میکشه و زجر رو. خیلی این حرفا برش آثار بدی بار میشه، خیلی مشکلات داره این کلمات. نمیدونم چطور میشه که بشر به این جاها منتهی میشه. یادتون هست اول بحث عرض کردیم اصل خداشناسی رو با عقل ثابت کردیم. شکر منعم، خدا شریک نداره، خدا انبیا رو فرستاده، اینا که جزء ضروریات عقلی هست دیگه. الان اینا رو پذیرفتیم، بعد میریم سراغ بقیه جزئیات از دامن روایات آیات قرآن، باورهایی که خصوصا راجع به معاده از آیات روایات استفاده بکنیم، نه از تراوشای ذهن خودمون و از تأملای شخصیمون، و چه بسا یواشها شیطون بیاد نفوذ کنه، الهاماتی به انسان بشه، یه چیزایی در خواب ببینه و فکر کنه تمام اینها وحیه. بعدم قرآن رو باز میکنه، بینه عجب، تا صفحه رو باز کرد همون آیه اومد، عجب این معنای این چیزی که من تو خواب دیدم از این آیه هم استفاده میشه، و دیگه آیاش هم میخونه و تمام شد دیگه، جزء مسلمات میشه که بهشت اینه، جهنم اینه، حساب و کتاب اینجوریه، و این معانی جزء متشابهاته، این برداشت ها جزء تأویلاته. ما مکلف به ظاهر قرآن هستیم، به اخذ به محکمات قرآن هستیم. ما وظیفه داریم که آیات رو در سایه روایات بفهمیم و معنی کنیم، نه عقل شخصی ظنی و برداشتای خودمون. اینم همینطوره، و بارها شده تو بعضی جلسات تو جاهای خیلی خوب که آدم فکرشو نمیکنه، مثلا تو جایی مثل شهر قم، در مجلسی که مثلا افرادی هستن که تحصیل کردن، آدم بعضی وقت از این صحبت ها میشنوه، چه توجیهی برای این حرفا هست؟ آقا بهشت و جهنم اینی که به شما گفتن نیست، اینو خواستن سر من شما شیره بمالن. این حرفا رو منبری و آخونده از خودشون در آوردن. بهشت و جهنم، شروع میکنه به تفسیر بهشت و جهنم، در حالی که این همه آیات قرآنی، همه روایت قرآن، روایاتی که در تفسیر این آیات وارد شده، برامون معنی کرده که جهنم اینه، هفت طبقه. پیغمبر در یکی از سفرهای معراج وقتی برگشتن، روایت مفصله، انقدر غمگین بودن از معراج برگشتن. خب اینا رو چی معنا میکنیم؟ جرأت نکردن اصحاب بپرسن یا رسول الله چرا غمگینید؟ به حضرت زهرا سلام الله علیها پیغام دادن، بی بی سوال کرد، بابا اصحاب میخوان بدونن شما چرا انقدر غمگینید؟ فرمود من طبقات جهنم رو دیدم، در طبقه از طبقات جهنم که برهنه نبودن، لباس پوشیده بودن، لباساشون البته از آتش بود، پا برهنه نبودن، کفش داشتن، کفششون هم از آتش بود. خب اینا چجوری میخوای معنا کنی؟ یعنی نیست اینا همش اعمال آدماست، از درون داره فلان؟ نه بابا، هست واقعا این همچین بهشت و جهنمی هست. خیلی از اتفاقاتی که برگشته، مثل اونی که انگشت سوخته ای از پل صراط رو سینش موند و برگشت، در کتاب ها می نیسن. پیشنهاد میکنم لااقل این کتاب مناظر الاخره شیخ عباس قمی رو یه دوره ببینیم، این تو معاد شناسی ما خیلی تأثیر گذاره، قلم خوبی داره مرحوم شیخ عباس قمی، با اخلاصش تأثیر گذاره. بله،
بعد حضرت زهرا میشنیدن از پدر که من سوال کردم از اون کلیدار جهنم که آیا از اصحاب من هم کسی به این آتش گرفتار میشه؟ عرضه داشت بله یا رسول الله. وقتی گفت بله خیلی برای من سنگین تمام شد و غمگینم از این که امت من هم به این آتش. و ما میدونیم منظور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از امتش اونایی که از مسیر منحرف شدن نیست، اونا اصلا فرقی با بقیه نمی کنن، اگرچه که انبیا دلشون برای همه میسوزه، حتی برای کفار بله. اما بیشتر دل سوختن برای خاطر چیه؟ برای خاطر اون کسی که در مسیر هدایته، پیروی امیرالمومنین بچه‌هاشو کرده، نصیحت‌ها رو گوش کرده. خدایا از اینایی که تو مسیر بندگی بودن اینها هم والا امثال عرض شود که مغیره و خالد و جماعتایی که اینا رو تربیت کرده، اینها اینا دیگه حسابشون روشنه، پیغمبر دلشون به حال اینا سوختن، یعنی معقول نیست، پسندیده نیست. حتی در فقه ما ثابته که اگر کسی برای اونا از خدا طلب رحمت بکنه، این طلب رحمتش گناه داره، از این از خدا باید برای اینا طلب عذاب بکنیم، خدا آن به آن عذابشون رو بیشتر بکنه. در هر صورت از این روایات استفاده میشه که اینا هست و واقعیت داره. سعی بکنیم در سایه اون چه از نصوص معتبر داریم تو عقاید راه بریم و نشینیم تنهایی فکر بکنیم و یه چیزایی با هم ببافیم. خیلی متشکرم از توضیح مفصلت، واقعا جا داشت این سوال امروز باز هم ادامه پیدا کنه. خب دوست عزیز دیگه پرسیدن که پدر بزرگم زنده بوده حج واجبش رو رفته و وصیت کرده منزلش رو بابت حج بدهند، مادرم که تنها وارثش بوده خونه رو بخشیده به یکی از پسرها، حرفی از حج هم نزده، الان مادرم فوت کرده وصیت هم نکرده. حالا دو تا سوال مطرح شده، آیا حج باید انجام بشه؟ و دومی این که حج عمره یا تمتع تو وصیت ذکر نشده. پدر که فوت شده و گفته برام حج برید، باید ببینن خونه چقدر میارزه. اگر خونه سلس قیمتش به اندازه حج هست، باید حج رو برن. حج واجبش رو رفته، ولی وقتی وصیت به حج کرد، وصیت همیشه تا سلس تا یک سوم نافذه. به هر کار خیری که وصیت بکنه، برای خودش، برای دیگران، به کسی بدن، تا یک سوم وصیت نافذه و تأثیر گذاره. خب مادر باید یک سوم خونه رو میداده، حالا ندادن، در هر صورت مادر فوت شده، الان خونه هست یا خونه فروخته شده، پولش هست، تبدیل شده، هرچی از اون مونده به اندازه یک سومش رو باید به دست بیارن ورثه قبل از آنی که تقسیم بکنن، ببینن یک سومش چقدره. اگر کمتر از پول یک حج، حج واجب نمیشه، خیراتی براش انجام بدن، یا اینکه خود بچه‌ها اضافه کنن، راضی باشن، همه اضافهش کنن و حج براش انجام بدن. اگر یک سوم مالشون از پول حج بیشتره، فقط به اندازه پول حج رو از روش بردارن و حج رو انجام بدن. چه حجی خواسته، تمتع یا عمره برن؟ ظاهر کلمه حج یعنی تمتع، در عرف این چنینه، وقتی میگه برام حج بکن یعنی حج تمتع. عمره رو میگن عمره، نمیگن حج، تو عرف اینطوره، اگرچه عمره هم حجه، حج عمره است. بله، اگر ما شک کردیم باید اون طرفش رو بگردیم، قرینه پیدا بکنیم که آیا منظورش عمره بوده یا نبوده. احتیاطش به اینه هست که حج تمتع برشون انجام بشه. بله، متشکرم. اگر کسی نذر کنه 40 زیارت عاشورا بخونه و یه روز یادش رفت یا کاری براش پیش اومد که نخون، باید از اول شروع کنه؟ دو صورت داره، یا اون یه روزی که خونده نشده عذر داشته، چون میگه فراموش کرده، یا عرض شود اون مسئله که زیاد پرسیده میشد، خانم هایی که در ایام عذر شرعیشون هستن، یه مشکلی براش پیش اومد که به اصطلاح میگن عذر، مقصر نبوده. هر وقت عذر برطرف شد، هر وقت یادش اومد ادامه بده. اما یه وقتی مقصره، یعنی که حالا باشه بعد بذار این کار انجام بدم، بذار اون کار انجام بدم تا روز تمام شد، این از اول شروع بکنه. پس اگر در کنار گذاشتن و فراموش کردن اون یه مورد مقصره، بله، اعاده کنه از اول. اگر نه، عذری داشته که عرفاً مقصر حساب نمیشه، مشکل نداره، ادامه بده. خیلی ممنونم. سلام، نذر مورد وصیت قرار میگیره یا اینکه بعد از مرگ شخص ساقط میشه؟ ببینید، من یه صورتشو عرض میکنم، ببینید منظورتون همین هست یا نه. شخصی نذر کرده که یه گوسفندی رو برای امام حسین علیه السلام بکشه، اگر انشالله مریضش از بیمارستان سالم بیرون اومد، مریضش هم خوب شد، واجب شد برش که این گوسفند رو بکشه، زمانم مشخص نکرده. پس الان این شخص، این گوسفند به گردنش اومده،
خب وقتی از دنیا میره قبل از آنی که ارثشو تقسیم کنن باید دینشو پرداخت کنن. دینش یعنی چی؟ یعنی بدهکاری به مردم، یعنی خمسی که نداده، یعنی نذری که عمل نکرده. یکی از اونها این هست. یعنی چون این نذری که کرده به مالی است که در اختیارش هست تعلق گرفته، از مالش باید بردارن و انجام بدن. نسبت به نماز، نماز مال نیست، به گردن پسر بزرگتر هست. ولی اگر وصیت کرد که از اموالم نماز برام بخونید، بله اون نسبت به اندازه ثلثش واجب میشه که از اموالش بردارن و براش بخونن، و اگر خوندن دیگه از گردن پسر بزرگتر هم ساقط میشه. اگر این جور نذر مند، یه وقتی نه، این نذری کرده و هنوز حاجت نگرفته، این واجب الوفا نیست، یا اصلا شرایط نذر رو نداشته، یعنی گفته یا امام حسین، با خدا نبوده قرارش، اگر با خدا نبوده، نذر شرعی نبوده، هم اون هم واجب الوفا نیست و ساقط میشه. بنابراین اگه برای ورثه ثابت شد که این نذر بوده، نذر شرعی هم بوده و به ذمه‌اش اومده و ماله، یعنی مبلغه، مثلا گفته بوده 1,000,000 برای فلان مؤسسه خیریه و دارالایتام و چه و چه من بدم، بله اینو ورثه باید بردارن و مال رو پرداخت کنن. خیلی ممنونم، متشکرم. با سلام، از اقوام نزدیک ما کسی هست که اصلا نماز و اهل بیت رو قبول نداره و به حرف‌ها و راهنمایی کسی هم گوش نمیده در صله رحم، باید چه نکاتی رو رعایت کنیم با ایشون؟ این طور نیست که شما فکر میکنید، ما بارها اینو گفتیم. هیچ وقت آدمی رو پیدا نمیکنید که از گل زیبای خوشبو بدش بیاد. این خیال میکنه، این هندونه ابو جهله، از هندونه ابو جهل بدش میاد، خب ما هم بدمون میاد. خیال میکنه از شود که آتش داغ سوزنده است، ازش فرار میکنه. راستی اگر بدونه چه گل خوشبویی هست به طرفش میره. نماز، دین، تمام باورهای ما از هر گل زیبایی زیباتر و خوشبوی خوشبوتره. همونی که همیشه میگیم تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری برو بگزیده ای. راستی اگر مردم واقعا امیرالمؤمنین مولود کعبه، خورشید هستی، امروز امام زمان علیه السلام رو بشناسن، اگه واقعیت نماز و شیرینی نماز رو براشون بیان بشه و درک کنن، محال دیگه کسی با اینا، با نماز و با دین و با خدا و پیغمبر اهل بیت دوستی نکنه. بنابراین اینجور افراد زود با چماق بیدینی نزنیم. اینها از خدا و اهل بیت بیزار نیستن، از باورهایی که دارن بیزارن. خدا و اهل بیت رو، نماز رو اگه بهشون معرفی کنیم میگه بله من قبول دارم، من اینو میدونم. بله. معمولا اینطوره. بنابراین اینجور افراد مشکلی نیست آدم باشون رفت آمد داشته باشه. اتفاقا رفت آمد با این افراد، نصیحت این افراد، خوبی کردن به این افراد، اونها رو زودتر آشنا میکنه. خیلی متشکرم. یادتون هست مرحوم مجلسی وقتی که بهش گفتن فلان شخص در شهر مردم رو داره اذیت میکنه، به اصطلاح خیلی لاتیش اوج گرفته و میترسونه مردم رو، کار شما هدایتش، دعوتش کرد، یه غذای خوب بهش داد، خیال کرد مجلسی برای اینکه خلاصه هواشو داشته باشه دعوتش کرده که یه وقت کاری چیزی داشتیم سطح شهر بهت بگیم شما کارو بر ما انجام بدی. وقتی غذا رو مفصل خورد، حتما با یه مجموعه بوده یا تنها نمیدونم، به مجلسی رسون که خلاصه اگر کاری داشتی به ما بگو. تعبیرش این بود، ما نمک هر کسی خوردیم نمکدونشو نمیشکنیم، هوا تو داریم های مجلسی. مجلسی فوراً بهش گفت جمله تو تکرار کن. گفت مرام ما اینه که اگر نمک کسی رو خوردیم نمکدونشو نمیشکنیم. گفت راست میگی، همچی مرامی داری؟ گفت ما سرمون بره مراممون نمیره. گفت این چشمو کی بهت داده؟ این گوش و این استعداد و این توانایی و این زور بازو و... هی گفت خدا خدا خدا. گفت اگه اینا نعمتای خداست و سر سفرش نشستی نمکدونشو نشکن. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی با این چشمت نگاه به ناموس مردم نکن، با این دستت زوری ضربه ظلمی به کسی نکن، با این پاهات از دیوار کسی بالا نرو، اینا نمکدون شکستنه. یه ذره فکر کرد، گفت باشه آقای مجلسی، من مرامم برام از همه چی مهمتره، گرفتم چی میخوای بگی. در اومد از خونه مجلسی، یه آدم اشتباه رفته بود، فقط میخواست یه آدم دلپاکی مثل مجلسی بیدارش بکنه، آدم بگه نصیحت کنه، قطعا اثر داره. بله یه وقتی شخصی واقعا بیدینه، هرچی هم نصیحت میکنن فایده نداره، اصلا بیدینی از سر روش میباره، داره مبارزه میکنه، اذیت میکنه، خب اینجور آدم ازش دوری بکنه، هرش دوری بکنه خودش سالمتر میمونه، بچه های سالمتر میمونن. امیدواریم که همچین افرادی هستن نباشن. ما بیشتر باورمون اینه که ما راه اشتباه رفتیم و الا مقصد و همه دوست دارن.
خیلی متشکرم و ممنونم ازتون. ممنون از شما عزیزان، انشالله که در برنامه های بعد هم بتونیم در خدمتون باشیم. باز وظیفه خودم میدونم عزیزانی که موفق به دیدن برنامه در این تایم زنده یا تایم پخش های شبکه‌های دیگه نمیشن، میتونن از یوتیوب دنبال برنامه باشن و پیگیر برنامه. خدا نگهدارتون.